بسم الله الرحمن الرحیم این دگانه قدر تلویزیونی آریانا لخمندانی برنامه چراغ هدایت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته با و این که باز هم در خدمت شما عزیزان قرار گرفتم شما خوبانی که بیننده برنامه چراغ هدایت از طریق تلویزیونی جهانی آریانا در سراسر افغانستان و جهان هستید سرفصل برنامه خود را با تلاوت چند از کلام وحی الهی آغازگر میشیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر کرد و الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد بعض از مردم جان خود را به خاطر خوشنودی خدا می و خداوند نسبت به بندگان مهربان است يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أي كسانك إيمان آفر دييد همكي در صالة وآشتي و از گام ها شیطان پیروی نکنید که او دشمن آشکار شما فا است فَإِن زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فا علموا فا علموا ان الله أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ و اگر بعد از این همه نشان های روشن که برای شما آمده از لغزش کردید و گمراه شدید بدانید از چنگال عدالت خدا فرار نتوانید کرد که خداوند توانا و حکیم است هل ينظرون الا ان الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور آيا پیروان فرمان و شیطان پس از این همه نشانه ها و برنامه که روشن انتظار دارند که خداوند و فرشتگان در ساکه های از ابرها بسوی سوی آنان بیایند و دلایل تازه در اختیارشان بگذارند با اینکه چون این که چیز محال است و همه چیز انجام شده و همه که کارها به سوی خدا باز گردانده می شود صدق الله العظیم راست گفت خداوند بزرگ و عالی مرتبه محبت صحابه ای کرام با حضرت رسول مکرم چی گونه بود؟ داستان عجیبه را مفتی صاحب شمس الرحمن فروتن حکایت می کند تا به اخیر توجه بفرمایید و صحابت های بیننده های نهایت عزیز السلام و علیکم و رحمت الله تعالی و بلکاته عنوان مبحث عمومي ما و شما محبه ورزيدان با رسول الله صلى الله عليه وسلم هست امروز در رابطه با محبت صحابه کرام رضى الله تعالى عنهم اجمعين با رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبت ميكنم حضرت سعد بن ربيع رضي الله تعالى عنه يكي از جمله شهداء احد صحابي جليل القدر که در غزوه احد تا آخرین لحظات زندگی خود از رسول الله صلى الله عليه وسلم دفاع کرد وجان وجود خود در مقابل رسول الله صلی الله علیه و سلم سپر قرار داده بود ببینیم که این صحابی جلیل القدر چه قدر زیاد با پیغمبر علیه الصلاة و سلام محبت می ورزد محب پیغمبر است و محب واقعی هست ایشان در غزوه احد سیزده زخم برداشتم و هر زخمشان زخم های بسیار عمیق بود زمانی که جنگ آرام می شود رسول صلی الله علیه و سلم با صحابه کرامی که در چهار اطرافشان حضور داشتند هدایت داد که کی باشد که خبر حضرت سعد بن ربيع رضي الله تعالى عنه را بمن بياورد حضرت أباي بن كعب رضي الله تعالى عنه فرمود ودست خدا بلان كرد يا رسول الله من ميرمم جستجو كنم وأحوال سعد بن ربيع را بنزد شما مياورد حضرت أباي بن كعب به چهار اطراف میدانی که در آنجا و صورت گرفته بود قدم زد جستجو کرد و از یک کناره آواز ناله و نالش به گوش حضرت اوبی ابن کعب رسید وقتی که به نزد ای شخص می رسد که ناله و فغان دارد آمد و گفت تو کی هستی گفت من سعد بن ربیع هستم حضرت اوبی ابنکع فرمود رسول الله صلی الله علیه وسلم بالای تو سلام میگوید و بعد السلام رسول صلی الله علیه وسلم از تو سؤال میکند که آیا در جمله زندهها هستی ويا در جمله شهداء حضرت سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه در جواب مي وعليك وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام اي ابي ابن كعب برتوب الرسول رسول صلى الله عليه وسلم سلام بات و مره وأحوال ملأ برسول صلى الله عليه وسلم ببر وبرأي رسول الله مَنْ الحمد لله عن قريب ملأ أعلى وبكروان شهداء في وسط و ودر جملة شهداء هستم بعد أن سعد بن الربيع با رسول الله محمد دار به اوبی ابن کعب میگه که تو به قوم مه به بشریت به امت رسول الله صلی الله علیه وسلم و, و به کسانی که زنده هستند ای پیامه برساند و بگوی بریشان که ای مردم تا آخرین رمق حیات تان را و تا یک قتله خونی که در وجود شما هست از رسول صلی الله علیه و سلم باید دفاع بکنه اگر شما به اندازه وقتی که یک بار انسان پلک میزند یعنی از یک ثانیه تا چندم حسش هم اگر شما حیات بودین زنده بودین و در اینمی جریان به رسول الله صلی الله علیه و سلم ضرر برسد و شما دفاع نکنین شما در قبال الله در قبال رسول الله صلی الله علیه و سلم ملامت هستید و معذور شمرده نمیشود. چقدر سبحان الله ایره میگه محبت واقعی با رسول صلی الله علیه و سلم در حالت نزع هست در حالت جان کندن است 13 زخم از تیر و شمشیر به بدن مبارکشان اصابت کرده ولی در اینمی حال در غم خود نیست در غم رسول الله هست در اینمی حال میگه از رسول الله دفاع بکنید در اینمی حال میگه که اگر کسی از رسول الله دفاع نکرد او ملامت هست پس این حالت نهایت درجه حبو محبت حضرت سعد بن ربیع را نسبت به رسول الله صلی الله عله وسلم نشان میدهد این را میگویند حب که از جانو مال خود برای دفاع رسول الله و به خاطر خود رسول صلاللهعله وسلم میگذرد الله به ما و شما هم همین گونه محبت را نسبت به رسول صلی الله علیه و سلم عطا فرماید و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات دوستان نهایت گران قدر در بخش دوم حال حدیث منوری از حضرت پیامبر خاتم را داریم از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند همانا راستی انسان را به سوی نیکوکاری رهنمایی می کند و نیکوکاری انسان را به بهشت رهنمون می گردد و همانا شخص راست می گوید تا اینکه در نزد خداوند بسیار راست گو و صدیق نوشته می شود دروغ انسان را به معاصی و گناهان سوق می دهد و گناهان انسان را به سوی دوزخ می کشاند. شخص همانا دروغ می گوید تا که در پیشگاه خداوند کذاب و بسیار دروغگو نوشته می شود. اصول عشق ورزی در تربیت فرزندان کدام هست؟ و یا ابراز عشق و ورزی و یا محبت ورزی در تربیت فرزندان کدام است با کدام کلمات زیبا با کدام کلمات نیکو ما میتانیم که یک تربیت خوبی بر فرزندان خود داده باشیم توجه بفرمایید به صحبت های استاد سید عبدالکریم حسینی در رابطه به همین موضوع بسم الله الرحمن الرحیم اللهم عجل ولی کل فرج عرض سلام ادب و احترام محضر شما خوبان لطف کردین امروز بنده و همکاران این برنامه را مهمان خانه های گرمتان کردین امیدوار هستم که الله هر جای این عالم که هستین در پناه وجود با کرامت امام زمان به دور از حوادث زندگی پرنشاطی داشته باشین صحبت در رابطه با هنر عشق ورزی بود ما چگونه میتونیم عشق ورزی بکنیم با اولاد خود با طفل خود با نوجوان خود و با کودکان خود یکی از مهمترین مسائلی که خیلی گفتیم مهم هست ابراز عشق این کلمه دوستت دارم گاهی وقتا زندگی را پر از نشاط و پر از تراوت میکنه دوستان سروران بسیار مراقب باشیم که در رابطه با بیان بعضی از کلمات زیبا بخل نورزی خصاصت به خرج ندیم گاهی وقتا یک مسیج و یک پیامک به گوشی همراه و تلفن همراه همسرت یا برادرت یا مادرت یا پدرت یا خواهرت یا اولادت دنیای نور را به منتقل میکنه نکته دیگری که خیلی باید متوجه باشیم و رعایت بکنیم اینه که حتی موقع دعواها و موقع مشاجره ها یا حتی زمانهایی که کودک انتظارش را هم نداشت بهش بگیم که دوستت دارم تصور بکن اولاد یک خطایی را کرده و طوری تو را به هم ریختانده که تو ناراحتی او لحظه و فریادت بلنده و بسیار بسیار حالت خراب شده در همون لحظه ناراحتی ها یک مرتبه به اولادت میگی که من دوستت دارم ناراحتی ها در اوج ناراحتی از طرفی نشان میدی که از ای کارش ناراحت هستی و از ای کارش به سطوح آمدی اما در کنار این عصبانیت ها و در اوج عصبانیت ها بهش میگی که دوستت دارم عاشقتم که دارم سر صدا میکنم سرور من برادر من خواهر من پدر و مادر با کرامت و بزرگوار حتی موقعی که ما عصبانیت و شدت خود را نسبت به اولاد نشان میدیم باید از روشی استفاده بکنیم که او حتی در اون لحظه احساس نکنه که این غضب و عصبانیت ما به خاطر ناراحتی درونی ماست احساس او ای باشه که به واقع و به حقیقت چون من عاشقش هستم ناراحتم چون عاشقش هستم عصبانی هستم و این نمیشه مگر ای که یک مورد را خیلی رعایت بکنیم در بسیار برنامه های پیش ما این مورد را اشاره کرده بودم یک بار دیگه تکرار میکنم سرور من تنبیه من و سختگیری من به خاطر نیاز اولاد باشه که بدانیم اولاد در تربیت خود نیاز به این مورد داره نه خدای نکرده به خاطر نیاز خودم گاهی وقتا عصبانیت های ما بر اولاد به خاطر نیاز اولاد نیست که اولاد را من میخوایم به یک جایی از تربیت دینی برسانم بلکه گاهی وقتا به خاطر بغض درونی ما هست خود را میخوایم تخلیه بکنم و این تخلیه کردن را متاسفانه روی اولاد خود پیاده میکنم اگر من تنبیهات نسبت به اولاد و عصبانیت های من نسبت به اولاد و شدت گرفتن های من نسبت به اولاد بر اساس نیاز تربیتی اولاد باشه نه نیاز خودم و موفق خواهم بود ان شاء الله همین طوره که شما بزرگواران عمل میکنید خدا حافظ و نگهدار شد نهایت گرانقدر قدر و خوبان برنامه در لحظات آخر رسیدیم ناگزیر از حضور شما از آن مرخص شوم در اخیر نتی را داریم و تا که باز هم روز بعد در خدمت شما قرار میگیرم شما را بالله یک تا مشمار با تو سخن گوید خدا قرآن بخوان تا شود رو روان تا شود رو با اقاشنا قرآن بخوان ای بشر یادی خدا آرامشی دل می دیست در دومندان را بود قرآن دوا قرآن بخون عشقم چکت هر نیم شب بر صفحه قرآن من برصаفҳهи қرоن مаن гوی کи یё تаش مезаنд гӯی کи یё تаش مезаنад شӯلаش بر جоن من ر شӯلаش بаر جоن من ҳаرшӯلш بаر جоن مаن қрон مаگл дарیё сوиن дарیёи مавش آساстوиن دаریёی موچ آساستین تا جاودоن بر جاستین تا جاودоن بر جاستین هر ویجهش برهоن من من هر برهان من عشقم چکت هر نیم شب بر صفحه‌ی قرآن من بر صفحه‌ی قرآن من گویی که یا تشمی زند ارش و لش بر جان من ارش و لش بر جان من از دولت ارهایه بینم زیره مدبه بینم زیر رحمت باهره ای اردم پنا همه دید اردم پنا همه دید هزار شید پنهان من از آتش پنهان من عشقم چکت هر نیم شب بر صفحه قرآن من بر صفحه قرآن من گویی که یا تش می زند هر شولهاش بر جان من هر شولهش بر جان من